الحمد لله رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم ابد الآبدین و دهر الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا الکوثر. روزی که گذشت متعلق به امیرالمومنین فاطمه زهرا و در شب دوشنبه متعلق به دو امام معصوم هدیه کنیم به روح مطهر علی بن حسین رضا فاطمه معصومه سلام الله علیها جهت سلامتی امام زمان صلوات بر محمد و آل محمد. فی حاضر ساعت فی کل ساعت و لیگن به حافظا و قائدن به ناصرا و دلیلن به عینا حتی تسکنه و عرضت فوا و تمتعه فی ها طویلا. از فرمایشات امیرالمومنین در کتاب شریف نهج البلاغه به حکمت 48 رسیدیم، جلسه دوم. حکمت 48 از فرمایشات امیرالمومنین سه تا راهکار عزیزان حضرت امیر علیه السلام در این حکمت به من و شما یادآوری میکند. امام میفرماید اگر این سه تفکر رو داشته باشی، این سه راهکار رو که من امیرالمومنین یاد شما میدم در همه امور زندگی داشته باشی، هیچ موقع شکست در زندگی نمیخوری. خیلی روایت قشنگیست، توجه بفرمایید. امام فرمود از ظفر رو بالحزم، ظفر یعنی پیروزی. امام فرمود که موفقیت شما، پیروزی شما یعنی جلو این است که هر کاری که بخوای انجام بدی عواقب کار رو بیندیشی. هر کاری بخوای انجام بدی، اگر بخوای کار مثبت انجام بدی، عاقبت کار چیه؟ خب اینه که خیر دنیا و آخرت به شما، انفاق بکنی، قدم خیر برمیداری، مشکل دیگران را حل میکنی. هر کدام از این کارا رو که انجام میدی، این عواقب کار رو اگر بیندیشی مثبت هست. این یک. دو، من هزمو به اجارت رأی. حالا که عواقب کار رو نگاه کردیم، از فکرت کار بکش، یعنی اما عقل، از عقلت که کار کشیدی، عاقبت کارم اندیشیدی. و رأیو به تحسین اسرار، تفکر صحیح در جلو اینه که اسرارت رو حفظ کنی، یعنی هر اتفاقی که برات افتاد، هر تصمیمی که گرفتی اینو به دیگران سریع منتقل نکن، سریع منتقل نکن، نیش بگندیش. مجموعه برداشت از این روایت امیرالمومنین این است که انسان ها اگر بخواهند موفق بشن باید از عقلشون بهره برداری کنن. خب پیامبر اکرم فرمود نشانه های آدم عاقل 10 تا چیزه. اگر میخوای بدانی این دوست ما، این رفیق ما، همسایه ما، کسی که با زندگی میکنی، این دارای عقل کامل است، عقل سلیم است، پیامبر اکرم فرمود 10 تا ویژگی داره. یک، و ان یحلم اما جهل علی. انسان عاقل حلیم است، بردبار است، یعنی که زود عصبانی نمیشه، کنترل داره بر نفس خود. پیامبر اکرم در مسجد نشسته بودن، یه عربی وارد شد، خشمگین عصبانی، بادیه نشین بود از اطراف مدینه، مسلمان هم نبود، ایمان نیاورده بود به خدای متعال، وارد مسجد النبی شد، یه چوب دستی هم دستش بود، آمد جلو با صدای بلند، کدام از شما پیامبری؟ خب اون موقع سوالا نبود که اصلا پیامبری قسم بالا بشینه، دیگران عقبتر باشن، یا یه صندلی بذارن بر پیامبر، یه نیمکتی بگذارن. خیلی جلده میگرفتن دور هم، آقا صحبت میکرد، اصحاب هم دور پیامبر اکرم بودن، نشان دادن که آقا رسول الله ایشونه. آمد جلو بدون اینکه سلام کنه،
امام حسن مجتبی 4 سالشه اینجا کنار رسول الله نشسته، آمد جلو گفت پیامبر شمایی؟ آقا فرمود بله. نشانت چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که قرآن کریم از معجزات ماست و نکته های دیگری آقا فرمودن. گفت سوالی از دارم یا رسول الله، یا رسول الله رو بنده میگم چون ایمان نداشت بگی یا رسول الله، وزارت نامم پیامبر اکرم یه امضای با مشرکین داشت، پیامبر اکرم اسم مبارکشون رو نوشتن رسول الله گذاشتن، مشرکین گفتن ما شما رو بالا رسول الله قبول نداریم، اینو پاک کن فقط نام شما باشه. پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که چون پیامبر نمی‌نوشت، پیامبر اکرم هر چی ناظر می‌شد یا حدیثی می‌فرمود آقا هم می‌فرمودن دیگران می‌نوشتند. پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن که علی جان این نام رسول الله رو حذف کن. امیرالمومنین فرمود من اعتنایی آقا به حرف اینا نمی کنم، جسارت و نام شما نمی کنم آقای رسول الله. بعد پیامبر اکرم نشسته بودن، این فرد وارد شد گفت سوالی دارم، سوالی دارم. آقا فرمود بپرس. گفت اگر جواب سوال منو بدی که دادی، اگر جواب سوال رو ندی چون دستی هستشون یه کار بی‌ادبانه ای گفتش که انجام میدم که من حالا اینجا بیان نکنم. پیامبر اکرم یه نگاه به این فرد کرد، بردبار از حلیم است. پیامبر اکرم فرمود سوال داری؟ گفت بله. آقا فرمود سل ابنی از این فرزندم بپرس. حالا امام حسن 4 سالشه اینجا، برون آقا امام مجتبی 4 سالشه. عرب در آمد گفت من خود شما رو قبول ندارم، بگی شما از این بچه 4 ساله بپرس. اینجا راوی میگه، سنی ها نمیشتن اهل سنت، راوی میگه امام حسن مجتبی به زبان فصیح عربی فرمود انا فقیه هم. فکر نکنی با یه بچه طرفی، با یه عالم طرفی. بعد سوالات شد امام حسن مجتبی کرد، پاسخ کرد و مسلمان شد. این حلم و حلیم بودن پیامبر اکرم باعث تو مسلمان میشه. رفقا وقتی انسان مسلط بر نفس باشه، یعنی اینکه غضب و عصبانیت رو کنترل کنه، این میشه حلیم بودن. نشانه های عاقل پیغمبر اکرم فرمود 10 تا چیه؟ 1، 2 و یتجاوز و امن ظلمه، کسی که بهش ظلم کرده عفو میکنه. ببینید ما انسان ها معمولا 3 دسته ایم. بعضی از آدم ها خود دقت کن، بعضی از آدم ها خوبی رو با خوبی جواب میدن، بدی رو با بدی جواب میدن، معمولا اینطوری ما ها. خب یه معامله پایا پایه، یعنی خیلی کار مهم می نکردیم. اگر کسی به من خوبی کنه خیلی من تحویل بگیره، من تحویلش میگیرم. اگر بدی رو ظلم کنه منم سعی میکنم به انواع مختلف که بتوانم اون ظلمش رو بدیش رو جبران کنم. پس این دسته اول. دسته اول انسان ها خوبی رو با خوبی، بدی رو با بدی. دسته دوم آدم هایی هستن که خوبی رو با بدی جواب میدن. این کار زشتیه، یعنی به طرف خوبی میکنی، محبت میکنی، کارش را میندازی، میاد قرض بگیره، مشکلش حل میکنی، اما پول رو نمیده، قدم براش برمیداری، ضمانتش رو میکنی، اما ببینی برعکسی داره و بدی جواب میده. توجه داری؟ بس این دسته دوم آدم هایی هستن که خوبی رو با بدی جواب میدن. دسته سوم که انسان های شرافتمند و با وقا و مورد تحسین خدای متعال هست کیان؟ اونایی که بدی رو با خوبی جواب میدن. لذا خدای متعال به پیامبر اکرم فرمود تو این دور باش. پس انسان ها 3 دستن، عده خوبی رو با خوبی، بدی رو با بدی. دسته دوم خوبی رو با بدی جواب میدن، اینها منفی هستن، نهی شده. دسته سوم بدی بشون میکنی خوبی. پیامبر اکرم خدای متعال بهش فرمود یا رسول الله خذ العفو، ببخش اینا رو و امر بالعرف، نصیحتشون کن، همینا که به سنگ میزنن، همینا که به دشنام میدن. سید الشهدا تو کربلا چقدر جسارت و بی‌ادبی کردن. امام تا لحظات آخر خطبه خوانده. یکی از کسانی که بیشتر از همه تا
تشنه بود، روز عاشورا سید شهدا بود. چرا؟ چون بیشترین سخنرانی رو داشت آقا. خطبه های متعدد میخوانم آقا حسین، مردم رو دعوت میکرد، خب تشنه میشد آقا. لذا پیغمبر اکرم خدای متعال بهش فرمود اینطوری باش، خود عف ببخش مردم عزیزان. امشب تو این مجلس نشستی یا کسانی که هر کجای عالم صدای منو میشنوی، اگر بخوای سیره نبوی، سیره علوی، سیره رضوی، سیره صادقی، سیره مهدوی رو انجام بدی، اینه که اگر کسی به ظلم کرد، به بدی کرد، به هر نوعی اگر عمل کنی به سیره نبوی و علوی، عفو کن. سخته. پیغمبر اکرم خاکستر و سرش ریختن بخشید. پیغمبر اکرم وارد مسجد حرام شد، شکمبه شطور بر سر رسول الله ریختن، آقای عفو عمومی به همه اهل مکه داد. ازا جا نصر الله بر فتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، همه این را آقا بخشید، فوج فوج آمدن. حتی پیغمبر اکرم فرمود به ابو سفیان کاری داشته باشید. پیغمبر اکرم تو مکه ابو سفیان و دار و دستش 3 سال پیغمبر اکرم رو در شب ابی طالب نگه داشتن. تشنگی، گرسنگی، بیماری، خدیجه کبرا اینجا مریض شد که بعد منجر به شهادت حضرت شد، خدیجه کبرا سلام الله علیها. اما پیغمبر اکرم رسید بخشید. لذا پیغمبر اکرم فرمود دسته دوم انسان‌های عاقل کسانی هستند که اونایی که بهشون ظلم کردن بیبخشن. امام سجاد و اون روز قیامت که میشود ملائکین، یه سری از ملائکه فریاد میزنن، ندا میدن که اهل فضل کجایم؟ یه عده بلند میشن میستن. وقتی میستن امام سجاد فرمود ملائکه ازشون سوال میکنن شما چه کار کردید تو دنیا؟ چه ویژگی های خاصی دارید تو قیامت صحرای محشر؟ امام سجاد فرمود اینا همشون میگن ما تو دنیا چند تا کار انجام میدادیم. یک، اونایی که قطع رابطه با ما کردن ما بس کردیم بشون. امام چهارم فرمود روز قیامت عده‌ای بلند میشن، ملائکه میگن اهل فضل کجایم؟ وقتی اینا بین میلیارد ها جن و انس میستند سوال میشه شما چه کار کردید تو دنیا؟ امام میفرماید اینا جواب میدن. یک، اونایی که قطع رابطه کردن ما بهشون بس شدیم. یعنی اگر یکی از اقوام نزدیکان پدر، مادر، برادر، فرزند، چه نسبی، هر چی که هست، اگر بس کردی از تا خیلی از ماها فقط ادعای ایمان داریم. از آخری روچ میگم به قول بزرگی فرمود مدعیان ایمان زیادند لکن مؤمنین کمند. درست میفاق کسانی که ادعای ایمان دارن بسیار، اما به پاش که میرسه، به جاش که میرسه میبینه آقا مردوده، مردوده. ببینی نسبت به پدرش، به مادرش جاده بود. یه تصویری من چند رو پیش دیدم، حالا برای من خیلی جذاب و جالب بود. دیدم که یه آقای اومد گفتش که به پدری آقا اجازه بیرید ما یه زنگی به فرزندت بزنیم، یه جمله‌ای بگیم ببینیم عکس العملش چی. گفت چی میخوای بگی؟ گفت تلفن پسرت رو بگی، من به فرزندت میگم پدرت الان مثلا بهزیستی، تمام اموالش رو بخشید به بهزیستی، ببین عکس العملش چی. خب اولاد خوبت داره که همه جور داره. دوربین هم داشت میگه زنگ زد به اداره بهزیستی، گفتش که آقای عزم خواهد زنگ به پسر این فرد، گفت آقای فلانی گفت بله، گفتش که پدر شما رو پیش ماست، گفت خوب، گفت تمام اموالش رو بخشیده به من. گفت شوخی نکن آقا، گفت شوخی نداریم الان پدر پیش من باید ایستاده، میخوای تلفن رو گوشی موبایل رو بشتنم باید صحبت کنه. گفت نه من قبول نمی کنم. گفت چرا قبول کن؟ پدر تمام اموالش رو وقف کرد به بهزیستی برای این افرادی که این بود. دیدم توهین کرد. گفت آقا سب کن، گفت گوشی بده پدرم اونجا هست. گفت بله. گوشی رو به باباش، به پدر این شخص شروع کرد به بیعته. گفت برای چی مارو تو بخشیدی؟ گفت بابا من به همه شما که دادم، مغازه دادم،
سرمایه دادم، چی دادم؟ گفت نه، من رو مال تو حساب کردم. یعنی منتظر مرگشه، یعنی منتظر مرگشه که این بابا بمیره. بعد گفت بابا جون، شما که ندار نیستی، این افرادی که تو بهسیزی هستن اینا گرفتارن، مشکل دارن اینها، من آمدم از این انبار شروع کرده بیادبی فحاشی. بعد اون خبرنگار یا اون شخصی که این کار رو انجام داد گوشی گیره، با اونو نزاح کردیم، ولی طرز برخورد با پدرم نبود، این کار رو کردیم. یه حرف زشت بیادبی ها اون فرق زد، تلفن رو قطع کرد. بعضی از بابا فقط ادعای ایمان داریم، به پاش که میرسه، به جاش که میرسه، نگاهمون به فرد نگاه مالی است، بهره برداری کنیم. امام سجاد فرمود این سه گروه، این افراد بلند میشن میگن شما چیکار کردید؟ اونا که قطع رابطه کردن رو وصل کردید تو قیامت. دو، اونا که ما رو محروم کردن عطا کردید. یعنی آمد امروز گفت کمکم کن، میدانید داره ولی دستتو نمیگیره. اما در مراجعه بهت میکنه، میگه که میتونی کمک رو هم بکنی، بهش عطا میکنی. یا آقایی دیدم خودم، یه مکان نشسته بود، یک شخص دیگری وارد شد، دیده بودم یک زمانی به این فرد توهین کرد. وقتی که من نشسته بودم اونجا وارد شد، اون طرف وقتی نگاش به اون فرد افتاد که توهین بهش کرده، اون مکانی که بود این آمده بود طلب نیاز کنه، تا اومد دید این نشسته اونجا اون مکان، این برگش رفت بیرون، گفت آقای فلانی بیا توی لحظه. آمد تو اتاقش، وقتی وارد شد گفت بفرمایید. گفت مشکلی داشتی شما اومدی اینجا؟ گفت بله. گفت بیا جلو. آمد جلو، گفت دست کرد تو جیبش، گفت بابا این کارو من خجالت میکشم از شما بگیرم، من بی‌ادبی به شما کردم، جسارت کردم چند ماه پیش، گفت حرفش نزن، مشکل رو حل کنم، چقدر نیازته؟ ببین آقا، مرامو ببین، لوتیگری رو ببین، عفو ببین، گذشت رو ببین. وقت این شده مریده این، من میبینم بهش آقا بارها گفته بهش من خجالت میشم چون جسارت بدی فلان جا کردم. باشه، اشکال نداره، من مشکل یه نفر حل کنم که تویی. امام فرمود گفتم 5 دقیقه فرمود، امام فرمود امام سجاد روز قیامت اهل فضل بلند میشن، چکار کردید تو دنیا؟ قطع رابطه کردن ما بست کردید. دو، محروم کردن ما رو عطا کردید. سه، ظلم کردن عفوشون کردید. این نطفه دوم از انسانهای عاقل، به ما ظلم کردن ما عفوشی کردید. سید شهدا در خیمه بود، تمیم ابن قحطبه آمد میدان، آمد میدان نوشتن این از شام آمده بود، هیکل دروش قبط بلند جنگی آمد. خب رجس خواند، وقتی رجس میخواند فریاد زد، حسین ابن علی خودش بیاد به میدان خوابش به جنگ کرد. خب اما عبدالله آمدن به میدان، در سفینم زبیدم آمد گفتش که علی ابن ابی طالب خودش بیاد به میدان، امیرالمومنین تو خیمه بود. به آورز کردن آجا یا اول حسن زبیر ابن عوام آمده. خب زبیر فامیل علی ابن ابی طالبه، زبیر رفیق و امیرالمومنینه، بیش از 20 سال با آقا دوست بوده، رفیق بوده، ارتباط داشته. به امیرالمومنین عرض کردن که یا امیرالمومنین زبیر آمده و بی شما بیاد میدان. آقا فرمود رهاش کنید، اعتراع نکنید. گفتن آقا رجز میخوانه تو میدان. امیرالمومنین فرمود دوست ندارم زبیر جلوی مردم، جلوی اصحابم، چه اصحاب خودم، چه اصحاب خودی سهیم بخوره. مرمان داریم آقا فرمود رهاش کنیم. وقتی که آقا فرمود رهاش کنیم، یه مدار عقب نشینی کرد، صداشو کم کرد، خاموش شد. وقتی خاموش شد، امیرالمومنین آمد جلو، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد جلو. آقا فرمود زبیر یادت که روز پیامبر اکرم بودیم 25 سال پیش؟ گفت برای یا اول حسن، یا اول حسن من میگم. آقا فرمود یادت پیامبر اکرم رو مرکب نشسته بود، من سمت راست پیامبر اکرم بودم، تو سمت چپ پیامبر بودی؟ گفت بله. گفت پیامبر چه فرمود اون موقع؟ یه مدار فکر کرد، سکوت کرد، سخن نگفت. آقا فرمود امیرم روی فرمود یادت پیامبر اکرم فرمود زبیر روزی میرسد حواست باشه مقابل علی بنیستی،
که اگر به ایستی ظلم به خودت کردی و به عاقبتت. گفت بله یادم آمد. تا امیرالمومنین با این جمله رو یاد آوری کرد، شمشیر رو تلاف کرد و رفت یه گوشه که بعد منجر شد به کشته شدنش. اینجا تمیم ابن قحطبه آمد میدان. اینجا دیگه این فرد شامی مشرک کافر به باطن، حالا به ظاهر مسلمان بود، سید شاهد آمد میدان. آمد میدان، همین که آمد به میدان، ابو عبدالله آمد یه شمشیر زد، این جفت پاهای این از زیر زانو قطع شد، قطع شد، افتاد. افتاد، ظلم کرد یا نکرد؟ ابو عبدالله آمد بالا سرش، آمد بالا سر این، خب چیکار میکنم؟ اینجا معمولاً تیر خلاص میزنم، چون نزنی میزنده، میکشده. ابو عبدالله شمشیر آورد بالا، همین که آمد بزنه، گوه الامانی ها ابو عبدالله، آقا من عفت کن. آقا شمشیر رو بلاف کرد، فرمان بیاد برش داری ببریدش، با اینکه پاش قد شده بود، ظلم رو عفت کرد. حکمت 48 نهجل بلاغه در رابطه با عقل و تدبیر و فکر که نشانه های عاقل ده چیز است، دو عنوانش رو بیان کردیم. عنوان های بعدی در جلسات دیگر در این مسجد در خدمت شما هستیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفدائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا پروردگارا فرج مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. این عزیزانی که به عشق فضایل اهل بیت آمدن به این مجلس و محفل، حوائجشون برآورده به خیر بفرما. خدایا مریضان رو لباس عافیت بپوشان. خدایا هر کسی در این مسجد خدمت میکند، عزیزانمون در گوشه کنار این مسجد، پروردگارا ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. خدمتگزاران علما مراجع رهبری معظم بر تعییداتشان بیفزا. استجابت دعا هدیه به روح امام 11 و همسر بزرگوارشون صلوات خدا.